آغاز ساخت اولین ناو هواپیمابر ایرانی توسط نیروی دریایی ارتش. سورنا اولین ناو هواپیمابر ایرانی چه ویژگی هایی داره؟ آیا در سورنا با یک ناو هواپیمابر روبرو هستیم یا پهپادبر؟ ناو سورنا یک ناو جدید هست یا ناو تغییر کاربری داده شده؟ سلام عرض ادب خدمت همراهان عزیز چنل جنگاور، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل خودتون. چند روز پیش امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد به زودی ساخت ناو هواپیمابر سنگین ایرانی با نام سورنا شروع خواهد شد. ما میخواییم امروز طرح ناو هواپیمابر سورنا رو بررسی کنیم و ببینیم آیا اصلا این ناو وجود داره و یا اینکه ما با یه ناو پهپادبر دیگه روبرو هستیم. احتمالات رو بسنجیم که با چه چیزی روبرو هستیم. این پروژه بزرگ ایرانی یه ناو جدید هست یا ارتش هم به دنبال روی سپاه به دنبال تغییر کاربریه و ببینیم که این ناو ایرانی چه ویژگی‌های احتمالی خواهد داشت. البته دو تا سناریو برای ناو وجود داره، چون روابط مختلفی براش وجود داره. چون فرمانده نیروی دریایی ارتش یک بار گفت این ناو سورنا هواپیمابر و یک بار گفت این ناو پهپادبر. ما امروز می‌خوایم سناریوی ناو هواپیمابر رو فقط بررسی کنیم. ناوهای هواپیمابر برای یک نیروی دریایی همه چیز حساب میشه. یک ناو رزمی، یک ناو پشتیبانی از ناوهای دیگه، یک ناو فرماندهی و یک ناو پشتیبانی هوایی و چیزهای دیگه که همه این ماموریت‌ها در قالب ناو هواپیمابر انجام میشه. برای همین کشوری که داره ناو هواپیمابره، میانه سلطه و فرماندهی خودش رو در دریا ایجاد کنه. ناوهای هواپیمابر پایگاه دریایی و مقر مرکزی متحرک هستند که هر نقطه از دنیا میتونن برن و هر جایی که بخوان هم عملیات کنن بدون اینکه به دیگر کشورها نیازی داشته باشن و فقط متکی به خودشون باشن. برای همین امروز ما میگیم آمریکا قوی ترین نیروی دریایی دنیا رو داره و برتری خالص در دریا رو داره، چون با 11 ناو هواپیمابر که بیشترین تعداد هست میتونه 11 مقر فرماندهی برای خودش ایجاد کنه و در هر نقطه از دنیا عملیات کنه. البته این ناوها یکی از دلایل برتریشون این هست که ساختشون بسیار سخت و خاصه و هر کشوری نمیتونه بسازه. ساخت این ناو هواپیمابر رو باید پیچیده ترین پروژه سازی دریایی بدونیم که باید در کنار توانایی فناوری رزمی مثل سیلوهای موشکی و اتاق عملیات و سامانه های پدافندی، باند پرواز جنگنده ناونشین، جایگاه هواپیما و خیلی چیزهای دیگر رو داشته باشه. خب حالا تصور کنید آمریکا چه سطح بالایی از فناوری و بودجه و توانایی ساخت رو داره که این تعداد ناو هواپیمابر رو داره. خب به نظرتون ایران چقدر توانایی ساخت ناو هواپیمابر داره؟ از سالهای بعد از جنگ که بحث تولید در داخل مطرح بود، پروژه‌های ساخت ناوهای بومی مطرح شد و ایران به دنبال قوی تر کردن صنایع دریایی خودش همیشه بوده و پروژه‌های مختلفی رو گذرونده. ناوهای کلاس موج جزو مهمترین پروژه های نیروی دریایی بودش. ایران در این سالها هرچند با سرعت نشندان زیاد به دنبال زیاد کردن تجربه خودش بوده و از ناوهای کوچک شروع کرده تا ناوهای بزرگتر و ناوهای پشتیبانی، چون ایران همیشه به دنبال افزایش قدرت دریایی خودش بوده و به دنبال ایجاد نیروی دریایی فرامنطقه‌ای، یعنی آزمند ناوهای کلاس سنگینی هستند. اما خب شروع تمرکز ایران روی ناوبندرهای سنگین و ناوهای قولاسا از زمان پروژه ناوبندر مکران و خلاقیت سپاه بودش که با تغییر کاربری کشتی‌های ترابری یک ناو پشتیبانی رزمی ساخته شد و بعد از اون پروژه ناو شهید باقری در حال به ثمر رسیدن و بعد از اون ناوبندر کردستان و خوزستان در نوبت هستند. خب متوجه میشیم که هر چقدر ایران به جلوتر رفته، تجربیات گذشته‌اش در ساخت ناو بهتر شده و سراغ کلاس‌های سنگین‌تر و ماموریت‌های جدیدتر رفته. مثلا با کلاس موج یک ناو رزمی سبک شروع شد و ناو شهید سلیمانی مجهزترین ناو کوربت دنیا ادامه پیدا کرد و به ناو بندر مکران با توانایی پشتیبانی رسیدیم و بعد شروع به ساخت ناو پهپادبر شهید باقری و ناو رزمی کردستان با توانایی شلیک موشک بالستیک رسیدیم و حالا خبر از ناو هواپیمابر سورنا می‌دیم. چون همونطور که گفتیم ایران به دنبال نیروی دریایی فرامنطقه‌ایه و این نیرو باید در کنار ناوهای رسمی و زیر دریایی هایی که در اختیار داره، ناوبندرهای پشتیبانی و ناوهای پهپادبر و هواپیمابر هم داشته باشه و بدون یک ناو که بتونه ایجاد پوشش هوایی کنه نمیتونه به این خواستش برسه.
اینه که کل اقتصاد کشورهای جهان بر اساس تجارت‌های دریایی میچرخه و کشوری که نتونه از خطوط تجاری خودش دفاع بکنه محکوم به نابودیه و ایرانی که به دنبال قدرت فرامنطقه‌ایه ملزم به تکمیل زنجیره دریایی خودش هست که اصلی ترین اون همین ناو هواپیمابره. اما خب فلسفه ناو هواپیمابر با تمام این پروژه ها فرق میکنه، حتی با ناو پهپادبر، چون ناو پهپادبر واقعا از لحاظ وزنی و هزینه خیلی کمتر از ناو هواپیمابره، چون قرار پهپادهای چند صد هزار دلاری حمل کنه و اندازه کوچکی هم داره، ولی هر جنگنده یه ناو هواپیمابر چند ده میلیون دلار قیمت داره. برای همین میگیم که ساخت یک ناو پهپادبر به منظور توانایی ساخت یک ناو هواپیمابر نیست، چون ناوهای کلاس موش و سبک ایران حتی ناو شهید سلیمانی در توناژ 1500 تن هستند و جزو ناوهای سبک هستند، در حالی که ناوشکن‌های بزرگ و پیشرفته آمریکایی، چینی و روسی از 7000 تن شروع و بالای 10000 تن می‌رسند. ناوهای پشتیبانی هواپیمابر که اصلا فرای این اعداد هستند و وزن‌های بسیار بالاتری دارند. این وزن ناو دقیقاً ارتباط مستقیم با مأموریتی که می‌تونه انجام بده داره. ناوهای سبک نمی‌تونن از پس مأموریت‌های اقیانوسی خیلی بر بیان، چه برسه به اینکه نیروی فرامنطقه‌ای باشن. برای همین ایران چند سالیه که به دنبال ناوهای سنگین رفته و ناوبندر مکران و شهید باقری و کردستان رو ساخته که با سریهای قبلی ایران خیلی فرق میکنن. درسته که همشون ناو تغییر کاربری محسوب میشن، ولی بازم رزمی کردن همچین ناوی خودش تجربه بالایی میده. اما خب مسئله بزرگ ما اینجا است. آیا ناو هواپیمابر ایرانی یه ناو جدید خواهد بود یا باز هم یک ناو با تغییر کاربری؟ خب وقتی ناوبندر مکران با شهید باقری ساخته شدن، یه خلاقیت بسیار بزرگی انجام شد. نیروی دریایی سپاه و ارتش میدونن که صنایع دریایی ما هنوز اونقدر قوی و مجهز نیست که بتونه از پس ساختای این ناوهای قولاسا از 0 تا 100 بر بیاد و ممکنه با خرج بودجه زیاد نتیجه مطلوبی حاصل نشه. پس نیروی دریایی برای رفع مشکلات بودجهی و زیرساختی ایران دست به خلاقیت زد، یعنی ساخت ناو از طریق تغییر کار برای یک کشتی کانتینر بر. این کشتی ها چه ناو بندر مکران و چه ناو شهید باقری در واقع میتونه با ورود به اقیانوس ها با استفاده از تعداد زیادی از پهپادهایی که حمل میکنه منطقه بزرگی به فاصله 2 تا 3000 کیلومتر رو به شکل مستقیم و 1 میلیون کیلومتر رو به شکل 360 درجه پوشش بده که با این کار میتونه هم یه چتر اطلاعاتی برای متعلین خودش ایجاد بکنه و هم میتونه در صورت نیاز ازشون پشتیبانی بکنه. به جز تمام این کارا میتونه با ایجاد یک منطقه پرواز ممنوعه از پرواز جنگنده های مهاجم جلوگیری بکنه. خب حالا تجربه همین مورد احتمالا در مورد ناو هواپیمابر استفاده خواهد شد. اگه با هم صادق باشیم، ما فعلا توان ساخت ناو هواپیمابر رو از صفر نداریم. پیچیدگی ناو هواپیمابر اونقدر بالاست که صنایع دریایی ما از پسش بر نمیاد. بدنه مخصوص و هندسه سخت و جنس آلیاژ و طراحی سخت بدنه و باند باعث شده که نه فقط ایران بلکه خیلی از کشورها به جای ساخت ناو هواپیمابر به خرید اون روی بیارن، مثلا هند و ایتالیا، که خب ما چون امکان خرید رو نداریم به سمت تغییر کاربری رفتیم و اینطوری میتونیم با هزینه کمتر از ساخت یک ناو هواپیمابر به هدف نیروی دریایی ایران، یعنی وارد شدن به بعد اقیانوس پیمایی برسیم. از سمت دیگه ماموریت ها و عملیات های متحدین ایران در منطقه هم تحت نظر همین نیرو انجام میشه. البته برای ساختن ناو هواپیمابر از طریق تغییر کاربری معایب زیادی داره. اول اینکه این ناو قطعا از ناو هواپیمابرهای سنگین وزن دنیا ابعاد و وزن کمتری داره و جزو رده ناوهای هواپیمابر کوچیک محسوب میشه و همین باعث میشه تعداد جنگنده هایی که با خودش حمل میکنه هم کمتر میشه. تغییرات این ناو نسبت به ناو شهید باقری خیلی باید بیشتر باشه، به خصوص در داخل ناو، و باید محل نگهداری جنگنده درون ناو طراحی بشه. مشکل بزرگ این ناو باند پرواز کوتاه مونه. این ناو علاوه بر این که ابعاد کوچکی داره، به خاطر اینکه جزیره کشتی در وسط کشتی قرار داره، برخلاف رویه مرسوم دنیا که جزیره در کنار ناو قرار داره تا مزاحم طول باند پرواز نشه. که خب باید ببینیم فرماندهانمون با این مشکل چه میکنن و در ناو شهید باقری باند پرواز به خاطر همین قضیه کج ساخته شد. ولی ناو هواپیمابر با پهپادبر فرق میکنه و نیازمند طول بیشتری برای پرواز و فرود، و همین جزیره وسط کشتی خطرات زیادی برای جنگنده و ناو موقع فرود ایجاد می‌کنه. البته ممکنم هست کلا فرضیه ساخت ناو با روش تغییر کاربری اشتباه باشه،
و ارتش خودش بخواد این رو از اول طراحی کنه که احتمالش کمه و اگه واقعی باشه یه پروژه بالای 10 سال محسوب میشه که حالا نمیتونیم بهش برسیم. اما خب مشکلات ساخت ناو هواپیمابر فقط مربوط به خودش نمیشه. اما مشکل اساسی دیگه ای هم داره که قراره چی روی این ناو ساخته بشه. سلاح‌های این ناو چی هستن؟ خب جنگنده ناونشین که در نیروی هوایی کشورمون در حال حاضر نداریم، F-14 های ایرانی قابلیت های نشست و برخاست بر روی ناو رو ندارن و جنگنده کوسر و یا قاهر هم واقعا طرحشون معلوم نیست به کجا رسید. کوسر که جنگنده F-5 و اصلا به صرفه نیست روی ناو قرار بگیره و واقعا ارزشی نداره. قاهر هم که در حال حاضر پروژه پهپادی اون قرار روی ناو شهید باقری قرار بگیره. خب از خارج هم بخوایم جنگنده بخریم، میتونیم از چین و روسیه بخریم. چین چند وقت پیش از جنگنده ناونشین J-35 خودش رو نمایی کرد و روسیه هم چند سال قبل ماکت نسخه ناونشین سوخو-57 رو به نمایش گذاشت. البته به خاطر اینکه این پروژه هنوز در مرحله طراحی نقشه هستش و فاصله زیادی تا مرحله قرار گرفتن جنگنده در بان داره، میتونیم تا اون موقع برنامه ریزی برای خرید یکی از این دو جنگنده رو هم داشته باشیم. خب برای ناو جنگنده بر سلاح‌هایی مثل پهباد، بالگرد و پدافند و دیگر سلاح‌های ناو هم مطرح است. در خصوص پهپاد بالگرد میتونیم ثبت کنیم و ببینیم چه پهپاد بالگردی روی ناو شهید باقری قرار داره. چون این ناو در مرحله اول قرار ناو بالگرد بر باشه. پس همون رو هم ما میتونیم برای استفاده در ناو هواپیمابر در نظر بگیریم. اما بخش پدافند چیزیه که چند سال برای ناوهامون مطرحه ولی هنوز به یه جواب نرسیده. از زمان ساخت ناوهای کلاس موج تا ناو بندر مکران و شهید باقری و در آینده نشندان دور ناو کردستان و خوزستان همیشه سوال مطرح بود که چه پدافندی روی این ناوها نصب میشه. در آخرین ناو کلاس موج و ناوهای کلاس شهید سلیمانی تعدادی موشک پدافندی سیاد 3B و رادار چشم و عقاب نصب شد، اما هنوز عملیاتی نیستن و باید ایراداشون رفع بشه. البته ناو هواپیمابر نمیتونه فقط محدود به این پدافند باشه و باید پدافندهای چند لایه و 360 درجه برای این ناو گرون قیمت طراحی و قرار گرفته بشه. دقیقا مثل ناوهای هواپیمابر آمریکایی که پدافندهای فوق‌العاده پیشرفته و قوی دارن. خب در آخر هم همه اینا رو گفتیم تا ببینیم که ساخت ناو با چنین ابعادی از طرح تا ساختن خیلی راه داره و کار یک سال دو سال نیست و این پروژه قطعا بزرگترین و سخت‌ترین پروژه نیروی دریایی ایران خواهد بود که باید ببینیم بالاخره آرزوی چند سالگی ایران محقق میشه یا خیر. این هم فراموش نکنیم و در آخر بگیم که یه سری حرف و حدیث ها مطرحه که اصلا این طرح یه ناو پهپاد برای دیگه است و سورنا اولین بار نیست که توسط فرمانده نیروی دریایی ارتش نام برده میشه و دوبار دیگه ایشون از ناو سورنا نام برده بودن که بار اول از کلمه ناو هواپیمابر و بار دوم از کلمه ناو پهپادبر برای توصیفش استفاده میکرد. همیشه این مطرحه که این سری اصلا ناو پهپادبر باشه. خیلی ممنونم که همراه ما بودید دوستان. بسیار سپاسگزار میشیم که چنل ما رو داخل یوتیوب و تلگرام دنبال کنید تا از اخبار ویدیوهای نظامی جدیدتر مطلع بشید. تا قسمت‌های دیگه خدایا رو نگهدار.